پس مقام ولایت، مقام حکومت از خدا شروع میشه و به پیغمبر داده شده و پیغمبر میفرماید اگر شما مسلمان بشوید و قهرن مسلمان که میشن احکام اسلام رو اجرا کنن، پیغمبر میفرماید ولیتو کما، من شما رو ولایت میدم که حکومت رو داشته باشید. و این ابیتما انتقرا بالاسلام، اگر شما ابا کنید و اسلام رو انتخاب نکنید، پس حکومت شما، سلطنت شما. حجت الاسلام جنیدی، امام جمعی رودسر، پدر سه شهید است، محمد، نصرالله و رضا، و این همه را جز اداء امانت هیچ نمی داند. سر و جان و مال و فرزند اماناتی است الهی، و اگر انسان توفیق یابد که آن همه را به صاحب امانت مالک آسمان ها و زمین بازگرداند، جز اداء وظیفه هیچ نکرده است. پس ولایت و حکومت هم باید تا قیام قیامت باشد، به جهت این که خداوند می فرماید این دین تا قیامت هست و تا قیامت باید شما حکم به ما انزل الله بکنید. و حکم به ما انزل الله رو چه کسی غیر از مجتهد ولی فقیه لایق با کفایت عادل می تواند اجرا کند؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اكبر الله شیطان از محراب نماز آغاز می‌گردد. محراب از ریشه حرب است، یعنی محراب نماز میدان جنگ ماست. الله اکبر. و با همان تکبیرت الاحرام نخستین، نمازگزار همه قدرت‌های ظاهری و مجازی را نفی می‌کند و به مبدأ همه قدرت‌ها ذات ذوالجلال متوجه می شود. محراب نماز میدان جنگ با قدرت های شیطانی است و پیروزی ما در جبهه های نبرد مدیون این مبارزه است که حضرت رسول اکرم آن را جهاد اکبر گفتند. ریشه قیام ما و همه قیام های حقیقی در طول تاریخ انبیا در اقامه نماز است. نماز بلندترین فریاد هاست و به جز نماز گزاران هیچ کس نیست که جرأت فریاد کشیدن در برابر ظلم داشته باشد. لا اله الا الله العلی الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. الله
سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده استغفر الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم آشنایی ما با حجت الاسلام جنیدی به روز اعزام کاروان بزرگ سپاهیان محمد صلی الله علیه و آله و سلم باز می‌گردد و به راستی چگونه است که دوربین شهید امیر اسکندر کتاز ایشان را در میان آن جماعت بزرگ 100,000 نفری برمی‌گزیند. بله الان با همین سپاه محمد صلی الله علیه و سلم دارن اعزام میشن. شما خانواده‌تون بله از اولادهای خود بنده 3 نفر از کل خانواده اون 5-6 نفر 6-7 نفر بنده اهل پیشوای برامی پیامون این است که اولا همه این پیروزی ها به خاطر استقامت و شهادت طلبی فرزندان اوناست و همیشه سعی کنن در پشت جبهه و ضعف پشت جبهه رو از حفظ و حراست اسلام انقلاب نگهداری کنن بهتر از اون چرا که از خودشون نگهداری میکنن. بله برای خانواده شهده صحبت نداریم شهده این انقلابی که وجود آمده به خاطر عظمت خون شهدا بوده به خاطر این بوده است که این امت اسلامی ایران از بت بریدن و به خدا پیوستن و واقعا موحد واقعی شدن. من اون چرا که میتونم در این وقت مختصر برای شما عرض کنم این است که توجه به خدا رو همیشه داشته باشن، توجه به اسلام، توجه به قرآن، توجه به پیغمبر، توجه به ائمه طاهرین، که توجه خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین فقط در پیروی از ولایت فقیه در خط امام عزیز حضرت آیت الله العظمى امام خمینی است. این سوال شماست و این که بدونن فریب شرقی غربی ها رو نخورن، فریب این کسانی که به عنوان پیروی از علی ابن ابی طالب اما در واقع از این صوفی موفیا و از این افراد بالاخره منحرف هستند که برای خانه نشستن و جنگ نرفتن حضرت علی رو بهانه کردن. حضرت علی که همیشه از روز اول زندگیش از 5 ساله بود حضرت علی علیه السلام و دفاع از پیغمبر میکرد، در کوچه های مکه حفاظت از پیغمبر میکرد و تا آخر عمرش در راه خدا قدم برداشت و در همه جنگ ها با پیغمبر بود و حفاظت و حراست از اسلام میکرد، اینها نام علی علیه السلام رو دارن اینطور بهانه کردن و خانه‌نشینی میکنن. وصیت ما سپاره شما این است که اینا بکوشن، اسلام امروز به صحنه آمده و باید آماده بشن برای رهبری دنیا. امت اسلامی ایران امروز رهبر دنیا هستن، دارن کاری میکنن که انسانیت به صحنه بیاد، اسلام به صحنه بیاد، عزت و شرف به صحنه بیاد، کاری دارن میکنن که تمام دنیا از خواب غفلت بیدار بشه. امروز ما وظیفه داریم، امروز که امامی
چون حضرت آیت الله از ما امام خمینی داریم و مسئولین کشوری چون حضرت حجت الله السلام المسلمین آقای خامنه ای متوجه باشن با این رهبران عزیز، با این مسئولین عزیزی که ما داریم این موقعیت رو پیدا کردیم، سعی کنن انشاءالله فرزندانشون رو برای روحانی شدن بفرستن، سعی کنن فرزندانشون برای دانشجو شدن بفرستن، سعی کنن در تمام ابعاد در بعد علمی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی فعالیت کنن و این رهبری رو حفظ کنن، این رهبری که ایران برای جامعه پیدا کرده این رهبری رو حفظ کنن. موقعیتی بهتر از امروز نیست. استکبار و جنایتکاران هیچ زمانی شکستی چون شکست امروز نخورد. اجازه ببخشید یادم رجوع عزیزانم توضیح بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون محمد جنیدی پسر بزرگ بنده است، ایشون نصر الله جنیدی 21 ساله است، ایشون هم رضا جنیدی 18 ساله، اما از نظر شهادت ایشون اول شهید شد. ایشون یه روحیه‌ای داشتن از بچگی خیلی شدید به روحانیون اظهار علاقه میکرد، به مجالس امام حسین، مصیبت خانی خیلی علاقه مفرطی داشت. وقتی که جنگ شد اصلا قرار از دست ایشون رفت، یعنی دیگه تمام فکرش متوجه جنگ شد، حتی غذا به طور معمول نمیشست غذا بخوره، گاهی سر موقع غذا خوردن گریه میکرد، میگفت چرا اینجا نشستیم، باید شیم بریم جنگ، مملکت ما میخوان به هم بزنن، انقلاب رو میخوان به هم بزنن، باشید بریم جنگ. تا بالاخره تهران رفت آموزش دید و همون اوائل جنگ رفتن برای جنگ و زمان شهید گرانقدر دکتر چمران بود و زیر نظر ایشون کار میکردن و همون اوائل جنگ در تاریخ 18/10/59 به درجه شهادت رسیدن و اتفاقا از یک اخلاق بسیار خوبی برخوردار بود. ایشون رضا در سال 62 آماده شد برای به عنوان بسیج به جبهه رفتن. یه روز آمد منزل، همینجا رودسر بودیم، گفت آدون بچه ها میخوام برم برای جبهه، اجازه میدید منم برم؟ گفتم برو. بعد ایشون هم رفت، با اینکه مدتی که باید اونجا باشه بر اساس مأمول تمام شده بود، خودش به میل خودش خواست اونجا باز هم بمونه و رفتن برای پاکسازی روستاهای قمچیان و حدود طرفهای مریوان و اونجا به شهادت رسیدن و جنازه ایشون تقریبا 13 ماه بعد از شهادتش آمد، جنازه اون نصرالله تقریبا 2 ماه و نیم بعد از شهادتش آمد. اما محمد ایشون اولا از طفولیت یک نبوغ فکری عجیبی داشت که معلوم بود که یه شایستگی های فوق‌العاده پیدا میکنه. ایشون دو نوع خصیصه داشت، یکی خصیصه فکریش، یکی خصیصه تقواییش. البته همه اینها با تقوا خوب بودن، ولی ایشون یک رشد مخصوصی در این زمینه داشت و خیلی صریح بود در حمایت از انقلاب، روی درواسی نمیکرد، خیلی شجاع بود در حرف زدن با مسئولین، اگر مسئول رو میدید مثلا خلاف انجام میده، خلاف ولایت فقیه کار میکنه، ایراد میکرد و بالاخره ایشون هم چند بار جبهه رفتن. با اینکه تازه این آخرین بار تازه از جبهه آمده بودن، باز به عنوان طرح لبیک از همون برامین اعزام شدن و در جزیره مجنون ایشون در اون عملیات خیبر به درجه عالیه شهادت رسیدن.
و بالاخره اینها اون دینی که بر عهده‌شون بود ادا کردن و امیدواریم که انشاءالله خداوند به ما توفیق بده که بتونیم از دستاوردهای خونین عزیزان انشاءالله حفاظت کنیم. انشاءالله. آقا خودتون چند تا عملیات کردید؟ بنده جبهه ما نایم حساب نگه نداشته بودی چند بار رفتم چی جوری هم میشه و بخیر با وضعی همونو بریم بخیر. نه سلام بشید. دوربین ابزاری بیش نیست، چشمی دوربین بر چشم امیر است و این اوست که پیام خیش را از زبان دیگران ابلاغ می کند. جماعتی بیش از 100,000 نفر از سراسر ایران گرد آمدند و به سوی ورزشگاه آزادی در حرکتند و امیر از پشت دوربین در جستجوی کسانی است که بتوانند از عهده ابلاغ پیام او برآیند. و مگر پیام امیر چیست؟ وقتی دوربین شهید امیر اسکندر یکتاز از میان آن جماعت دلباختگان که مثل پروانه هایی عاشق نور به سوی شمس نیر حسین علیه السلام می شتابند، جانبازی را می یابد که با وجود آنکه یک پایش را در راه خدا باخته است بار دیگر مشتاقانه به جبهه ها می شتابد. پیام امیر پیام دلباختگی است که از زبان آن جانباز ابلاغ می گردد. سلام علیکم. خوبه؟ خیلی ممنون. شما اعزام می‌خواید بشید؟ خودتون یه مقدار اشکال داره. بله، تقریبا. با این مرز پاس چه می‌خواید؟ بریم. می‌خوام بریم ان شاءالله اگر خدا بخواد کربلا. می‌تونی بجنگی؟ چرا نمی‌تونی؟ ما حتی اگر جفت با هم نکنی شروشی میتونیم بجنگیم تا مشت محتمی بر دهان آمریکا بزنیم. شغله چیه؟ سرویس کارم. پاس تو عملیاتی چیزی مجبور شدیم؟ معلوم نیست فعلا. بسکرم. خدا حافظ شما. موفق باشیم. وقتی امیر می کوشد که از زبان تصویر حقیقت حضور امت را در صحنه های حق بیان کند، پیام امیر پیام حضور است، حضوری دائم گسترده و خستگی ناپذیر. شما اعزام می شید برادر؟ بله ان شاء الله. چند دومین باره؟ این دومین باره من. شما اهل کجایی؟ اهل عراق، معود عراقی هم، از کرده های فعلی. کم وقت آمدید ایران؟ تقریبا من 5-6 سال میشه، قبل از جنگ 3-4 ماه. شما نداری تراز با صلح با صدام چیه؟ انشاءالله هیچ صلح نداریم با صدام تا نابودش میکنیم، تا ریشش رو از زمین میکنیم انشاءالله. خودش به حزب شو، حزب کافر، حزب بس انشاءالله. شما اعدام میکنیم انشاءالله. باره چند دومتونه؟ بنده باره دوممه. اهل کجا هستی؟ اهل مینا به هرمزگان. شغلتون چیه؟ شغلم یکی از خدمتگزاران جمهوری اسلامی هست. سلام علیکم آقا. خوبه؟ شما رو صدا کردم آقا. روی به اعزام میشی؟ بله. بله ان شاء الله. از کجایی؟ من استان سلمان از شاهرود. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی ممنون. اعزام میشید امروز برادر؟ بله بله برادر. اهل کجایی؟ آقلای کرکان. دوربین شهید امیر اسکندر یکتاز در همه اعزام ها حضور داشت و مخصوصا بچه های پایگاه مقداد او را خیلی خوب به یاد می آورند. او را که با آن همه لطافت و عشق و صبر فرمانوار
گرد شمع حضور راهیان کربلا و خانواده هایشان میگردید و با آنان سخن میگفت. سلام علیکم، خسته نباشی. مادر کی تو میری جهنه؟ این با اجازه شما پسرمه. خدا خیرتون بده. خدا به همه جوانامون خیر بده ایشالله. ما همه رقم میتونیم آقا بکنیم. این پسر من تنها پسر منه، بعد این بار چهارو میشه، بعد از خدمت اومده، هر سالانه یه دفعه جبه رفته، بعد الان هم این چهارمین بارشو داره میره اعزام میشه. کارگرم هستش، یه زن داره، یه بچه، بعد میرن جبهه. الان واقعا اگر خدا مصلحت میدونست 10 تا به من از این بچه ها پسرا میداد، هر 10 تاشو در راه خدا میفرستادم برای جبهه، هر کاری که میتونست بکنه برای خدا، برای مملکتم، برای کشورم دفاع میکرد. الان خودم هم توی کارخونه کارگر هستم و فعالیت دارم توی انجمن اسلامی، تو بسیج خواهرا. همه رقم ما میتونیم کمک بکنیم، مالی، جانی، ما باید وظیفه‌مونه. خیلی ممنون. خدا خیرت. خواهش میکنم. این صدای دختر منو ببینیم باباش میخواد بره کجا. زنه جان کوچولو، بابات کجا میخواد بره؟ جبهه. جبهه میخواد بره؟ بله. بابا تو دوست داری؟ بله. اسم چیه؟ زینب. به امید خدا. چه حالی داره که پسرتون میخواد بره جبهه؟ افتخار میکنم، بنده خودم از طفولیت افتخار نوکری ابا عبدالله رو داشتم، افتخار میکنم که پسرم به این مسیر میره. بالاترین افتخار میکنم. سلام علیک. برو بده برادر، استقامت امتی که علمداری قیام امتها در همه طول تاریخ سزاوار اوست. این دست گلا زیاد هست اینجا، ما فرستادیم، بازم میفرستیم، بازم خودمونم میریم. خدا میدونه هستیمونو در این جنگ، میدونه که به پیروزی برسیم. از اول جنگ دو تا شهید دادیم، دو تا جانباز داریم، بازم خودمون، من خودم آماده ایم بریم. نگاه بکنم، نگاه نکنم، نیم قدر صدام در میاریم. خدا میدونه دمار از روزگار اون بزرگ بزرگاش بیرسیم، تا اون که دیگه چیچی بهاریه، اون دیگه هیچی نیست در برای این ملت رزمنده. حسی مادر برای اسلام است. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه تا اون لحظه که توانایی داریم بجنگیم. بعد از ما بچه‌های کوچولو مادر بزرگ میشه، اونا رشد میکنن، اونا ریشه آمریکا رو خواهن کند، ریشه ضد انقلاب، ضد دین، ضد اسلام. باید امت محمد پیروز بشه. ما مسلمانی، ما برای دینمون میجنگیم، فقط بس برای اسلام که اسلام پیروز بشه. شهدای جمع شدن برای شما دوختن، جانماز از ما، تربت هم از امام حسین. برید ایشالله با فتح و پیروزی برگردید. خداوند با شماست برادر من، انشاءالله شما پیش شما پشتر شما میریم به کربلای معلا. این کسایی که چش دوختن ضعیفی ما رو ببینن، آرزوی پریشانی این امت شهید پرور به دل ریگان خواهد مون. انشاءالله بعد صدام نوبت اسرائیله. با همین دلای شکستمون، با این مشتای گره شدمون میزنیم تو دهن اسرائیل، قدسم آزاد میکنیم. مردم بدون از طرفت بمبارون نمیترسیم. از اگه 5 تا شهیدم بدیم، حتی خودمون، شوهرمون، تمامموش از چی نمیترسیم که؟ با انشالله امدادهای غیبی به قدس پیش برن، ما حاضریم اینجا. اگه شده خانواده ها هدا این تجهیزایی که تهیه کردن همشون با اندک اندک هنوز به دریا نرسیده، انشاءالله به یاری خدا همون جور که شما از جونتون مایه میذارین، این ملت شهید پرورم انشاءالله از مالشون، از جونشون مایه میذارن. انشاءالله شما به پیش و من پشت سر به کربلا. ما هیچ آرزوی نداریم، فقط فتح کربلا رو میخوان. جان ماز از ما، مهر کربلا، انشاءالله.
خاک جبهه ها نیز اثر گام های مشتاق امیر را بر لوح جاودانه خیش ثبت کردند و بر حضور او در پیشگاه خدا شهادت خواهند داد. در عملیات کربلای پنج نخست وظیفه دستیاری را بر عهده داشت و بعد از شهادت قاسم بوذری جای خالی او را پر کرد و ضبط صوت را بر شانه انداخت. سرنیزه بر ما خورده مگیرید که چرا از یک تن سخن میگویی. پیام امیر پیام یک فرد نیست، پیام یک امت است، امتی که در راه خدا قیام کرده است و برای تجدید احکام معطله کتاب خدا و اعلام دین و سنن رسول اکرم استقامت می‌کند. و چون این چنین باشد نام امیر در میان همه نام ها گم می شود و راه اوست که جاودانه می ماند. مراسم آقا امیر دیدیم که ماشاءالله شما از یه روحیه خیلی بالایی برخوردار بودید. بله. چه احساس خودتون رو بفرمایید وقتی که خبر شهادت ایشون رو به شما دادن؟ والله من دیگه از شهادت ایشون برای من بزرگترین افتخار بود. بله. و بنده خیلی افتخار می‌کردم همسین بس پسری داشتم که در راه خدا و ایده خودش هم همین بود. بله. موقعی هم که میخواست بره اینو من صادقانه میگم، نه اینی که مثلا برای فیلم برداری اینا باشه، نه. ایشون به من گفته بود بابام من این دفعه بر نمیگردم. منم خیلی خوشحال شده بودم که ایشون این حرف زده به من، خیلی استقبال ازش کردم. امیر آخرین شهید ما در عملیات کربلای پنج بود و حسن اولین آنها. شهدا همه اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا علیه السلام هستند و پیام آنها عشق و اطاعت است و وفاداری. و چون این چنین است نام امیر و نام حسن در میان این خیل عظیم وفادار گم می شود و راه آنهاست که باقی می ماند. پس اگر یاد حسن یاد همه شهداست، از حسن بگو. روز دوم عملیات کربلای پنج در محور پاسگاه شلمچه، این حسن است که از پشت دوربین به جبهه می نگرد و قدم به قدم به آن امر محتومی که رد و تبدیلی در آن نیست نزدیک می شود.
ملازم الاحتياط مظفر المجلس حسين. في وسائل عظيم منطقه نخلستان قسمت خاک عراقیه گرفتیم بعد عملیات ولفج کربلای پنج. روحیه بچه ها چطور بود؟ و کلن اسرا و کشته های عراقی چقدر؟ روحیه بچه ها خیلی عالیه، یعنی قوم که عراقیه داشته اینا همه تمام بچه ها اصلا پی بردن که واقعا این عراقی ها بزدرن ترسو هن، همینطور هم رفتن جلو و همه شون هم زخمی کشته، خیلی تلفات زیاد بوده، از اینا شون هم دارن راه هم میرن. خدا خیرتون. خالی ما از اینجا با امید خدا با رمز یا زهرا عملیات کردیم به این طرف، معجزه بود. به طرف پاسگاه که میرفتیم با این که کاملا رو ما دید داشت، تانکشو نورافکن انداخته بود و اینجور برنامه ها، به حول قوه خدا تا پای پاسگاه ما رفتیم ما رو ندیدن. با این که کالیبراش قشنگ رو ما مسلط بود، 106ش اینجا بود، الحمدلله بچه ها زدن بهشون و بدون این زخمی و شهید موفق شدیم کاملا پاسگاه رو پاکسازی بکنیم. یه سری جنازه هاشون همون جلو ریخته، انشالله حالا میریم میبینیم. خسته نباشیم از تو، زنده باشیم. چطا بود دیشم اولیا؟ حرف نداشت، حرف نداشت. همه رو زدیم جا بود کرد، عراقی فرار میکردن میرفتن. در نزدیکی پاسگاه شلمچه که بیش از چند ساعتی از تسخیر آن نمی گذشت، حسن بر صدق وعده های خدا گواهی داد و به آن حیاتی که خداوند به احدی از عالمیان جز شهدا عطا نفرموده است نائل آمد و از سر این سخن نیز کسی جز شهید آگاه نیست. گفتند که حسن هادی دانشجو بود، اما نگفتند که او همواره می ترسید از اینکه مبادا دانشگاه او را از مردم و راه آنان جدا کند. مردم ما امروز مظهر عشق و اطاعت و وفا هستند و حسن دریافته بود که آنچه او را از مردم دور کند از خدا دور کرده است. در یکی از وصیت نامه هایی که از او مانده است می خوانیم: خدایا چه کنم، درد شرک وجودم را می آزارد. چه خوب مشخص است حالا دیگر چه کسی ادعای پیشتاز بودن دارد. واقعا جبهه برای انسان محک محکمی است. در این شرایط سخت انسان چه عهدها که با خود نمی بندد و چه قولها که به خود نمی دهد، حالا انسان می فهمد که اساس تمام امور باور است. اون طرف هم مساویه با چی؟ با موازه که ما اینجا دارد. ولی اینجا که 300 متر رد شدید اینجا چیه؟ عراقی ها هست. خب ببین الان بچه گران دیگر میگیم این نزدیک الان دو گران اینجا هست. الان نه یه گران رسید اینجا، یکی پشت همونجا که ما با هم بودیم. آقای کریمی
بالا انسان میفهمد که اساس تمام امور باور است و این شک است که انسان را با درد و رنج هزار تکه می کند. وای از پیچیدگی نفس انسان. وای از پیچیدگی نفس انسان. شیطان را از در می رانی، از پنجره باز می آید و چه وسوسه ها که در انسان نمی کند. می گوید برو با تقوای بیشتر خود را بساز، ایمانت را قوی کن و بازگرد. با سلاح تزکیه و تقوا می آید که تو را از جنگیدن باز دارد. اما مگر همین تزکیه و تقوا نیست که تو را به جنگیدن امر می کند؟ پس لبیک بگو و حرکت کن به جنگ. اگر بروی دیگر امکان این که از بار نخست قوی تر بازگردی وجود ندارد. خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود. آن وقت ما چطور خود را روشن فکر بدانیم و این واژه را با خود حمل کنیم؟ به قول امامان، امروز این مردمند که چراغ راه روشن فکرانند. ما تازه ادعا داریم که میخواهیم مسائل مردم را حل کنیم. مسائل خودت را حل کن، مسائل مردم پیش کشد. پس چرا ما به خود مغروریم؟ آخر چه داریم؟ ذره ای از صفا و خلوص این مردم ای برادر برای من و تو کتابیست که تا آخر عمر هم نخواهیم توانست که بخوانیم. خدایا چه کنم؟ چرا من نمیتوانم مانند این مردم عاشق باشم؟ عاشق تو، عشقی که منتهای آمال من است. دعای حسن مستجاب شد. او از خود گذشت و خود را در مردم، در این امت بزرگ یافت و این چنین صفات محمود امت حزب الله را یک جا در وجود خود گرد آورد. دانشجو بود، طلبه هم بود، هنرمند بود، رزمنده هم بود، فلسفه می‌خواند و فلسفه هم می‌گفت. شاگرد بود و درس می‌گرفت، معلم هم بود و درس می داد، ورزشکار بود، نویسنده هم بود، شجاع بود و مهربان، سرسخت بود و در عین سرسختی سخت لطیف و رقیق، عاشق بود و معشوق دوستانش، با خانوادش سخت مهربان بود، اگرچه در خانه نمی ماند و به قول پدرش صدای مارش که می شنید دیگر کسی نمیتوانست جلو دارش باشد.
خواهش کنم ببخشید شما فکر می‌کنید چرا حسن آقا بعد از شهادت تنها برادرشون با اینکه ایشون تنها پسر خانواده بودن بازم تصمیم گرفتن که به جبهه برن؟ برای اینکه اصلا طاقت نداشت دیگه خونه بمونه، خیلی بی‌طاقت شده بود به خاطر علاقه‌ای که به هم داشتن، و نه اینکه حالا برادرش که شهید شده بود اینجور بی‌طاقت شد برای رفتن. از اول تو انقلاب خیلی فعالیت داشتن اینا، جوری که کتک خوردن از پلیس، تو درگیری ها گیر افتادن. روز 17 شهریور خودش شاهد مرگ همه جوان ها بود که اینا مثل چی ریختن زمین، که اومده بود خونه یه نونی دستش بود و اومد ساعت 2 بعد از ظهر. ما بهش گفتیم که تو چرا رفتی؟ نون ها زد زمین، گفت شما جوان ها رو همه رو کشتن پرپر کردن، به من میگین چرا رفتی؟ چرا شما این فکر رو میکنی؟ یعنی مادر بزرگش اینجا بود، در شهرستان اومده بود، خیلی بی‌طاقتی کرد که تو چرا رفتی؟ رفتی برای من بلیت بگیری من برم مشهد، کلک زدی. خلاصه بعد چند دفعه درگیر شدن با پلیس، کتک خوردن، اینجا رفتن شیشه بانک شکستن، پلیسا کمین کرده بودن پشت ماشینا ریخته بودن، یه دفعه اومده بود از بانک بیاد بیرون، شیشه بانک رفته بود تو سرش، خونی شده بود. برادرش فرار کرده بود طرف سبلان، خودشون دلشون نیومده بود که بدون برادرش بیاد خونه، میترسید که من ناراحت بشم. دیگه شب ما رمضون بود، من نشسته بودم دیدم اومدن ولی سرش خونیه. گفتم چرا سرت خونیه؟ گفت که خورده با آهن، به من نگفت چی شده. بعدها که انقلاب پیروز شد و اینا گفتم که ما چه مصیبت هایی کشیدیم. همچنین برادرش یه دفعه گیر افتاده بود، اومده بود بره توی خونه پیرزنه، راش نداده بود. انقلاب که پیروز شد دست کرده بود گردنش، بی مقدمه اینو بوسیده بود، گفته بود تو باید منو ببخشی. گفته بود برای چی؟ گفته بود اون روز من راد ندادم تو خونه، صاحب خونه من بودم. این از فعالیت قبل از انقلابشون بود، تو انقلابشون بود. بعد از انقلابم که حسن آقا رفتن یه سال قبل از جنگ رفتن تو کردستان، هر ماموریتی بود این داوطلبونه میرفت، که تمام دوستاش میگفتن که این داوطلبونه میرفت، باز به خانواده خبر نمیداد که ما نگران بشیم. به محضی میرسید یه